کنم این زنگ یه پیشخدمت مرحوم صادق بالا داشت و هر موقعی که از ماها کارمنداشی که میخواست این زنگ رو به صدا در می آورد، از همون اشخاصی که میخواستن به حضورشون میرفتن که راجع به صحبت کشاورزی کارهای مربوط به خودش صحبت میکرد. مرحوم دکتر مصدق عرض کنم زمانی که نخست وزیر بود، بعد از نخست وزیر رفت زندان و از زندان آمد اینجا و یه عددی با یه اتوبوسی آمدن اینجا به مصدق خواستن اهانتی بکنن و عده کشاورزا جمع شدن و اونها فرار کردن. بعد پشت سر مامورین دولت اومدن که اگر شما محافظی میخواید که اینجا ما محافظ بفرستیم برای شما، ایشون گفتن نه من محافظی نمیخوام، اگر شما میل دارید بفرستید من حرفی ندارم. و بعد مامورین اومدن، عرض کنم اینجا مامور سرباز اومد و مال رکن دو اومد و بعد عرض کنم ایشون اینجا مدرسه ما رو گرفتن و مرحوم دکتر مصدق از نو رفت برای ما تو ده مدرسه ساخت و ایشون خودشون مدیر شخصا حقوق میداد برای بچه های ما درس میداد و تا زمانی رسید که اشخاصایی که میخواستن بیان حضور آقای دکتر مصدق مامورین اینجا تعقیب میکردن و جلوگیری میکردن، نمیذاشتن. و در ضمن تا زمانی که ایشون مریض شدن رفتن بیمارستان نجمیه و مدت دو سه ماه هم در بیمارستان بودن و ایشون رو عمل کردن، بعد فوت کردن و روزی هم که فوت کردن ما شهر بودیم و وارثینش به ما گفتن که برید شما وسیله اونجا درست کنید که ما ایشون رو بیاریم اینجا دفن بکنیم. و روزی که ایشون رو ما آوردیم اینجا خود کشاورزا جمع شدیم و ایشون رو شد دادیم و دفن کردیم. بعد راجع به هفته و چهلومش اینها عرض کنم ماموری انتظامی همیشه اینجا بودن و همیشه جلوگیری میکردن از اشخاصایی که میخواستن بیان اینجا سر مزار ایشون فاتحه بدن. Thank you.